بر رحمان رحیم یکی از حوادث بسیار مهمی که در کشور رخ داد بعد از انقلاب تسخیر سفارت آمریکا بود، چه اونایی که موافقه چه اونایی که مخالفن، و هر سال هم حرکت های انجام میشد به این مناسبت. امسال با توجه به اوضاع و احوالی که در کشور هست، باز گروه های سیاسی اعلام کردند. من هم اعلام کردم که میام هفته تیر و از هفته تیرم میریم به سمت سفارت. به خصوص به جمعیت گفته بودم که هر کجا شعار انحرافی داده بشه من اونجا توقف میکنم که شعارهای انحرافی داده نشه و مردمی که میخوان شعار انحرافی بدن از من جدا بشن. ما یه کار کردیم تا نزدیک هفته تیر که آمدیم اونجا جلو ما رو گرفتن. نیروی پلیس هم بود، بسیارم خشن با مردم رفتار میکرد. من یه مقدار توقف کردم، گفتم شاید تجدید نظر کنن بعد بنیان یه عضو کوچک به من بگن شما بیا بگذر برو، ولیکن یه وقت دیدم نه، شدت عمل بیشتر شد. حتی پاسدارای و محافظینی که با من بودن کتک زدن و دو تای از اونا رو مجروح کردن و گاز آشکابار هم زدن و این موجب شد اونم خیلی شدید و تند، به صورتی که جمعیت متفرق شد و خفگی شدیدی هم برای ما به وجود آمد. ما هم سوار شدیم برگشتیم که دیالا از مسیر برگشت چه باید بگم عرض میکنم، و به خصوص خشونت نسبت به خانوما میشد که خیلی برامون زشت و بده. اون چه سؤال برای من اینه که این کار برای چی شد؟ این جمعیت می آمدن و دور سفارت جمع می شدن، حد اکثر عده مرگ بر آمریکا می گفتن، عده مرگ بر آمریکا نمی گفتن، ممکن یه مسئله معمولی دیگه می گفتن، جمهوری اسلامی می گفتن، اما تلاش می کردیم که شعار انحرافی ندن. و اون چی که سؤال برای من اینه مهمتره که سیاست های دوگانه جمهوری اسلامی و دوم خروس و قسم حضرت عباسه. جمهوری اسلامی تا چندی پیش مدام تلاش میکرد که تغییر سیاست بده، تبریک میگفت، مکاتبه میکرد، حتی اونا جواب نمیدادن، ادامه مذاکره میکرد. و عجیب اینه که من نمیتونم اون متن بخونم. دعوت میکنم شنوندگان و بینندگان عزیز به بحثایی که آقای میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز از ناگفته های سفر پخش کرده که در یک شماره در ایران میگه که یک جلسه بوده که حدود 50 نفر از شخصیت های مهم آمریکایی، از سیاست مدار بگیر، دانشگاهی بگیر، روزنامه نگار بگیر، افرادی که تلاش میکنن، نظریه پرداز بگیر، اینا همه حضور داشتن و دو ساعت ما با حضور رئیس جمهور خودمون را جلسات داشتیم و بحث خوبی دارم و بحث خوبی داشتیم. و من به عنوان یک اصول سیاسی عرض میکنم اگر یه دهمه چنین جلسه‌ای در زمان کل دولت‌های گذشته در این 20 سال انجام میشد، قطعاً کفن پوشا به خصوص در قم و تهران و تبریز معرکه را مینداختند. و حالا چگونه میشه که اون موقع اون گور برنامه‌ها و مذاکرات میشه و هیچ اشکالی هم نداره و روزنامه‌های زنجیره‌ای همانند کیهان و اینا هیچ بحث نمی‌کنن؟ حالا یک مرتبه چه شده مجدداً این هیاهو و تبلیغات گسترده علیه آمریکا و این شعارها؟ من نمیگم شعار داده بشه، نمیگم شعار داده نشه، من میگم منافع ملت ایران که یه چیزی نیست که دستخوش ما حکومتی ها باشه که هر روزی بر یک تحلیلایی که اسرارش مردم خبر ندارن و چیزی هم گفته نمیشه، در یک جلسه بشینن 50 تا شخصیت آمریکایی مهم باشه، راجع به روابط دو طرف، راجع به افغانستان، راجع به حسه‌ای، راجع به مذاکرات فی بابین، همه اینا مسائل نفت، همه اینا بس بشه
و یه روزی دیگه یه مرتبه همه چی رو به هم بزنن. من احساس میکنم با این نوع سیاست ها وضع مردم ما مشکل خواهن ایجاد کرد، ایجاد براشون خواهد شد و معلوم میشه حکومت سردرگمه، نمیدونه چی کار میکنه. و من این وظیفه خودم میدونم اعلام کنم و بگم ولو این که عوارضی هم برای من داشته باشه و سختی هم باشه، اشکالی برای من نداره. این دوگانگی اعتماد مردم از بین میبره و دیگه وقت فردا به گفتار ما اعتماد مردم نمی کنن و حقشون هم بس نکنن.